ما باید سازمان مهاجرین تشکیل بدیم و در این سازمان مهاجرین مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، مسائل حقوقی مهاجرین، مسائل احوال شخصی و مسائل مختلفی دارن، ازدواج، طلاق، مسائل مختلفی هستش. این آخرین صحبت‌های رئیس جمهور ایران قبل از حادثه سقوط بالیار. سلام به همه همراهان عزیز در کجای این کره پهناور که بیننده ویدیوهای ما هستی. سلام دوستان عزیز، امیدوارم جانتان جور باشه. در این برنامه یک گزارش مردمی داریم از مردم کشور افغانستان و نظرشون راجع به حادثه دردناک سقوط ریاست جمهور کشور ایران با هم دیگه می‌خوایم بدونیم، ببینیم نظرشون چیه. و از همه مهمتر، ایشون یه صحبت‌هایی رو قبل از فوتشون انجام دادن راجع به مهاجران افغانستانی که تو ایران زندگی می‌کنن. اون صحبت‌ها رو هم با هم دیگه می‌خوایم بریم بشنویم. حتما تا انتها با ما همراه باشید. یادتون نره برای حمایت از ما می‌تونید ویدیو رو لایک کنید، کانال رو هم سابسکرایب داشته باشید. لینک ویدیو اصلی رو براتون میذارم داخل دیسکریپشن، میتونید از کانال اصلی هم این گزارش رو تماشا کنید. شروع میکنید ریاکشن رو. دکتر صاحب عزیز، در مورد حادثه اخیر در جمهوری اسلامی چی است و فعلا قسمی که در سوشال میدیا و رسانه های بین المللی شنیدین، رئیس جمهور ایران دیگر زنده نیست. حادثه اخیر که در ایران رخ داد چقدر شما را مایوس ساخته؟ به خدا یک فاجعه بزرگ است، به خاطر که کشور ایران هم یک کشور اسلامیه، باید همشارکی داشته باشیم با اون مردم ما. ولی شاید دقیقا معلوم نباشه، چون خودم به می صفات اجتماعی و سوشال میدیا دیدم، گفتن که فقط امو محلی سقوطی هواپیما رو پیدا کردن، ولی دقیق طول از خود حادثه و تلفاتش مشخص نیست. طول فلا این تو چیزی که ما شنیدم دیگه، بعضی ها گفتن که خودی رئیس جمهورش همراه وزیر داخلش و چند تا همکاراش همراهش بوده، اونا کلن تلف شدن. آره دیگه، خبره حالا تکمیلی که من بخوام بهتون بگم اینه که کل افرادی که توی اون هلیکوپتر بودن، حالا یه سری افراد امنیتی بودن، خلبانها بودن، ریاست جمهور کشور ایران بودن و به همراه ریاست وزارت خارجه کشور ایران، همگی فوت کردن توی اون حادثه. و حالا خبر تکمیلی تر رو که گفتم خدمتتون عرض کنم. بلک فاجعه بسیار بزرگ است. اینا کلا فکر کنم توطئه خود آمریکاست، چون اخطارم داد بود قبلا بر اینا که متوجه خود باشن اونا. دیگه بازم یک فاجعه بزرگ است، مگم به خاطر اینکه کشور همسایه هم است، کشور اسلامی هم است، باید همشارکی ما داشته باشیم. بسیار تشکر. تشکر از شما. قربانتون. در اخیر در مورد این که این حادثه که در ایران رخ داد چقدر بالای روی روان مهاجرینی که در ایران از تأثیر داره؟ قبلا هم مهاجرین که این جناب صاحب هم بودن دیگه خیلی توجه صورت نگرفت به مهاجرین ما. شما دیگه یک صورت اینا هم ظلم میشد، کسایی که حتی پاسپورت هم داشتن اینا رو بیرون میکردن از شهر. دیگه ما خوشمند هستیم که قبلا هم توجه صورت نگرفته، فعلا فکر نکنم که شاید وضعیت بدتر هم شده باشه. البته یه سری دستورا داده بودن قبل از این ماجرا و قبل از این حادثه که حالا تو ادامه با همون مصاحبه و اون کنفرانس رو با هم دیگه میبینیم صحبت رئیس جمهور ایران. آره، درباره مهاجرین انجام داده بودن اون صحبت‌ها رو و دستورها رو داده بودن. قرار بود یه سری قوانین جدیدی وضع بشه که اونو با هم دیگه میریم میبینیم. ولی خب به هر حال امیدوارم که تهش برای مردم ایران و افغانستان اتفاقای خیلی بهتری در آینده بیفته، بتونیم روزهای خیلی خوشتری رو داشته باشیم. امارات اسلامی هم میخوایم کسایی که اونجا کنسولگر هستن توجه خاصی به مهاجرین هم داشته باشه. بسیار تشکر. باش میگم. قربان. خیر به سپاس. بخیر باشین. نامتون؟ سیار. سیار جان خانچو. روی شما این طرف باید از باشه، دوستا ببینن. سیار جان چه مصروفیت داره؟ دکاندار. دکانداری؟ عجله. خبرها رو خوب تعقیب میکنید؟ 100% چرا؟ از سانحه روز گذشته در ایران خبر شدین؟ بله، اگرچه که غم انگیز بود بازم چیزی که رضای الله باشه. نظر شما در این مورد چی است؟ نظر خاص ندارم دیگه بیادرم، چی بگویم؟ هرچی بگویم بیفایده است، کاری است که شده، نظر ما مهم آن نیست. به نظر خودت یک اتفاق بود که افتاد یا هم کدام مشکل دیگر بوده؟ 100% مشکل دیگر جای است خندم. دولت از سیاست، از سیاست های پشت پرده رو ما و شما نمیفهمیم. بازم نظر به گفته های اخبار، رسانه ها میگن که کشته شده. وقتی که کشته شده
حتما کدام گپ بوده کدام دست پشت پرده بوده. آره این هم نظرهای متفاوتی بیان شده، حالا حادثه چطوری اتفاق افتاده چون هنوز 100% مشخص نشده چرا این هلیکوپتر این بالگرد سقوط کرده، ولی خب چیزی که ما میدونیم اینه که تجهیزات هواپیمایی کشور ایران به خاطر مشکلات متعددی که هست متاسفانه خیلی وقت از دور خارج شده و من میترسم خدایی نکرده از اون روزی که یه همچین اتفاقهایی برای هواپیماهای مسافربریمون بیفته. جایگزین نشده سال‌هاست. آره دیگه الان سال‌هاست با هواپیماهای قدیمی داره مسافرها جابجا میشن. من میگم باز همه تن و بدنم داره میلرزه. خدای نکرده برای یه هواپیما مسافربریمون که حالا 100 نفر، 200 نفر آدم توش هستن، بچه، بزرگ، کوچیک، زن، مرد، این اتفاقا نیفته. امیدوارم سریعتر یه راه حلی براش به هر حال پیدا بشه. در حادثه اخیر چقدر مردم افغانستان متاثر شده، چقدر شما متاثر شدین و مهاجرینی که در ایران است چقدر متاثر شده؟ این خواهی یک گپ طبیعی عزیزم که وقتی که یک انسان به شهادت میرسه یا فوت میکنه، بالخصوص یک فرد نمبر اول یک کشور، او هم کشور دوست همسایه ما و شما مسلمان هستیم الحمدلله، ما طبعا که جگرخون میشیم، غم‌انگیز است برای همه ما. تاثیرات منفی خود بالای جامعه ما و شما هم داره، بالای جامعه ایران هم داره دیگه، 100% تاثیرات غم‌انگیز خود داره، جگرخون میشیم. بله. در مورد جانشین و جانشین رئیسی به نظر خودت چقدر میتونه کمک کنه بر همسایه هایش، چقدر میتونه نقش فعال داشته باشه از رئیسی کرده بیشتر یا هم خیر؟ خب این سیاست است. سیاست قسمی است که چیزی که برای ما و شما میگن او چیز نیست. سیاست راست میگه دیگه، سیاست رو زیاد ما نمیتونیم بفهمیم چیه. یعنی ما آدم ها، ما مردم عادی که داریم زندگی میکنیم، پشت پرده سیاست ها رو کلا تو هیچ کشوری نمیتونیم به اون صورت آره متوجه بشیم چه اتفاقی داره میفته. سرمایه داران، دولت مردان، بعضی وقتا اتفاقهایی میفته که اصلا هیچ موقع درزم پیدا نمیکنه که ما بدیم. ایشون هم به نظر من درست میگه. پشت پرده است. در رسانه ها چیزی که گفته میشه همیشه به خوبی همسایه گفته میشه، مگم پشت پرده کاری که میشه و تمامش به نقص ما شماست. باز هم از خدا میخواییم کسی باشه که حداقل به مهاجرین ما کمک کنه، مهاجرین ما و شما را درک کنه که به چی شرایط از اینجا مهاجرت کردن، وطن خود را کردن و به یک کشور بیگانه پناه بردن. دیگه از خدا میخواییم کسی باشه که حداقل درک و فهم امیر داشته باشه که وقتی یک جوان، یک فامیل از یک کشور، از وطن خود غربت میکنه، مسافرت میکنه، باید او را با آغوش باز بپذیرن و از او قدر کنید. تشکر. خوش میکنم. خوش باشین. سلامت. سلام، خسته نباشین. زنده و سلامت باشین شما. خوب هستین؟ بخیر و سلامت. قربانتون. نام شما؟ اسم محمد زیا محبوبی هست. محبوبی صاحب قند، همیشه محبوب باشین. زنده و سلامت باشین. تشکر. چی مصروفیت دارین؟ والا من محصل هستم. محصل کدام رشته؟ محصل رشته حقوق و علوم سیاسی هستم، گرچند من از پوانتو فاروق هستم. خب فعلا یک برنامه است، برنامه هستری است، فعلا در موقع مگه مصروف هستم. یه کسی که خودش بگنم تو رشته علوم سیاسی داره، اطلاعات داره بالاخره، حالا تحصیل میکنه، قطعا خیلی بهتر و جامعه تر میتونی راجع به این موضوع نظر بده. یعنی صحبتش با هم بشنوید. میخوایی دیگه ماستری را میدام انشاءالله اگه خواست خدا باشه. بیا پناه به خدا. نظر خود در مورد سانحه روز گذشته ایران چیست؟ سانحه روز گذشته ایران خماره یک ذره جگرخونم ساخت، ناراحتم ساخت، به خاطر که کشور همسایه ما هستن و کشور هست که ارتباط با قدرت اسلامی داره. البته دیگه ما به حساب انشالله که اموهایی که مثلا امو رئیس صاحب جمهور که بودن، امرای وزیر صاحب خارجه که بودن، که انشالله با جانشان بیش از 4 امراه جانا دیگه واقعا ما را مترسر ساختن. اصلا خیلی تو فضای مجازی هم این چند روزه مردم افغانستان خیلی پیام های تسلیت رو گذاشته بودن و خیلی
آره خیلی تعدادشون زیاد بود مردم افغانستان و میگم همیشه ما توی سختی های هوای همو داشتیم، ایرانی ها هوای مردم افغانستان داشتن، مردم افغانستان هوای ایرانی ها داشتن، ولی خیلی قشنگه که آدم میبینه توی غم ها، توی ناراحتی ها یه نفر هست یا یه عده هستن توی کشور دیگه ای که تون هم در این کنارمونه. آره دلگرمیه برای ما و خیلی اتفاق خوبیه. امیدوارم حالا اتفاقهای بد تو کشورهای ما نیفته و دیگه بریم سراغ خوبی و خوشی و تو خوبی و خوشی کنار هم باشیم. این حادثه چقدر بالای نظام فعلی جمهوری اسلامی تاثیر داره؟ فردهای کلیدی فعلا زنده نیست، فعلا در رأس قدرت نیست، باید چی کنند به نظر شما؟ گرچه فعلا خود نیستن اونا نیستن، خب بازم یک خوشنودی است که جمهوری اسلامی یک رهبر دارن فعلا. بله دیگه اونو یک خوشنودی است که انشالله پس به موالات سابق خود بیاین. سو تشکر، زنده و سلامت باشین جوان، سپاس باز شما خوش. سلام علیکم. سلام خوب هستی؟ تشکر، زنده باشین. قربان تو محترم، نامتون؟ رحمت الله. رحمت الله چی مسئولیت داره؟ فعلا میخواستم که امسال امتحان کارکور بتم. از مکتب 12 فارغ شدم، از مکتب افغانتور. افغانتور؟ بله به شک. پس ترکی هم میدونی دیگه؟ چیز هم میفهمیم. چی هم میفهمیم؟ هم میفهمیم. خیلی خوبه. های نکتر هم لابلا بگیم، این که میبینیم مردم افغانستان دارن تحصیل میکنن، یعنی خیلی ها شاید انتظار اینو نداشته باشن. این خیلی ها میگن مردم عادی که حالا شاید تو اکثر نقاط دنیا باشن، میگن که آقا مردم افغانستان اکثرشون اصلا علاقه به مکتب نداره، ولی داریم میبینیم که جوانای کشور افغانستان دارن به تحصیلش ادامه میدن. موفق، خیلی قشنگ صحبت میکنن. آره بعد ادبیات درست، رفتار درست و خیلی تحصیل کرده و درجات بالا حتی، و مثلا مردم دنیا باید ببینن که آقا مردم افغانستان همچین چیزایی هستن، قشنگ دارن تحصیل میکنن، فقط قشر کارگر نیستن، فقط حالا قشرایی که کارهای یدی میگن در داخل ایران دیگه، کارهای عملی فقط اون کارها رو انجام نمیدن. آره بسیار به نظرم این ویدیو نکات جالبی رو داره به بقیه دوستان میگه. زدم بتانیم که همون میکنه آوه از میچی میکشیم. آه دیگه، یعنی برابر خود توان هم برابر توان که امکب زده بتانیم رای خود پیدا کنیم. چیز ناچیز نه بهترین است لیسی افغانتور. نظر خودت در مورد حادثه اخیر کشور دوست ایران چی است؟ بله بر امروز ما میال در شرکت شده بودم، در شرکت بچه خالیم که شنیدم رئیس جمهور ایران ما بود، رفته بود جایی که از طرف برگشت میکد سقوط کرد. ما خودم هم خاطر که همسایه ماست بسیار غمگین شدم، باور کنین. میخوام با آقای وزیر کشور عرض بکنم مسئله مهاجرین رو در سراسر کشور. ما یک بخش اتباع داریم در وزارت کشور در استان داریم، است این کافی نیست برای اداره مسئله مهاجرین. ما باید سازمان مهاجرین تشکیل بدیم و در این سازمان مهاجرین مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، مسائل حقوقی مهاجرین، مسائل احوال شخصی و مسائل مختلفی دارن، ازدواج، طلاق، مسائل مختلفی هستش. این آخرین صحبت‌های رئیس جمهور ایران قبل از حادثه سقوط بالگرد راجع به مهاجرین، نه تنها مهاجرین افغانستان، کلا مهاجرینی از کشورهای مختلف به ایران مهاجرت میکنن. ما مسئله مهاجرین امروز یک مسئله نیستش که حالا بگیم آقا تا فرداست، تا پس فرداست. کما اینکه ما الان چند دهه هستش که کشورمون امروز میزبانیه، یعنی کشورمون میزبان این مهمانانی هستش که در این کشور حضور دارن. اینا مسائل ازدواج دارن، طلاق دارن، کار دارن، شغل دارن، در واقع آموزش دارن، مسائل فرهنگی و اجتماعی دارن. این میطلبه یک سازمانه و یک سازوکار و سازمان کاری فعال بتونه همه ابعاد مشکلات این عزیزان رو بررسی کنه، متناسب با سیاست‌های کشور دنبال بکنه. به نظر من تشکیل چنین سازمانی برای کشور از جمله استان یزدم که باید این کار ارتقا پیدا کنه، ما بتونیم نسبت به همه شؤون اینها و مسائل مختلفی که اینها دارن، اینا مهمانان جمهوری اسلامی هستن، ولی ما باید در سازمان اداری کشور یه جایگاه تعریف کنیم که بتونه با قوت این مسئله رو دنبال کنه. دقیقا به نظر من بعد همه اتفاق هم بیفته و
یه سازمانی، یک نهادی تشکیل بشه و همه چیز رو کنترل کنه. حالا خوبی ها، بدی ها، مشکلات، ازدواج، درس، نمیدونم، حتی اگر حرکاتی خلاف قانون انجام میشه، اینا قشنگ بیا زیر این نهاد مثلا برگشت داده بشن. بعضی از مهاجرینی که قوانین رعایت نمیکنن یا کسایی که قانونی اومدن پاسپورت بگیرن، نمیدونم شناسنامه بگیرن، و اونم اتفاقای خیلی بهتری بیفته، در نهایت روزهای بهتری برای مردم ایران، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان و در نهایت در انتها کل مردم دنیا خوشحال باشن. روزهای خوب امیدوارم از راه برسه. مرسی از همراهیتون، مرسی که تا انتها این ویدیو رو تماشا کردین. یادتونه که این ویدیو رو میتونید لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب داشته باشید و ویدیوهای ما رو برای دوستانتون هم بفرستید. تا یه برنامه دیگه شاد و پر انرژی باشید. فعلا خدا نگهدار. در پناه خدا باشید. With